مرد تجارت را کشف کرد و پول را اختراع کرد. زن پول را کشف کرد و خرید کردن اختراع شد. از آن به بعد مرد چیزهای بسیاری را کشف و اختراع کرد، ولی زن همچنان مشغول خرید بود. بیتابیت عنوان بخشی از قند پهلو هست که اونایی که تا الان پیگیر این برنامه بودن در جریان هستن که یه بیت بنده عرض میکنم و یه بیت یا دو بیت هم دوستان میفرماین در تکمیل این بیتی که ما خواهیم گفت. خدمت شما بخونم و با حرف آخرش مشاعره رو شروع کنیم. ما بدینجا ز پی خوردن سور آمده ایم، نه پی فاتحه اهل قبور آمده ایم. از شکم نیست چون نزدیک تر امروز به ما، به پذیرایی آن از ره دور آمده ایم. بهر ما هیچ کسی رقعه دعوت ننوشت، بهر ما هیچ کسی رقعه دعوت ننوشت. قدغن شد که نیاییم و به زور آمده ایم. نبین از پنجره ماه کسی را به در میگویم ای دیوار. بشنو. تله واو. و من آن گوجه خار و ذلیلم که اکنون برتر از موز و شلیلم. فکر کن یک آدم موقر حسابی کت و شلوار شیک پوشیده، بعد میگه و من آن گوجه. اگر نه من همان خاکم. البته من بابت رنگی که پوشیدم من میتونستم بگم تا یه مقداری من آن گوجه. بله آیتان میم. من به دنبال پری یا سیندرلا نیستم، اهل این افسانه ها الحمدلله نیستم. من به دنبال شریک و یار و همدم آمدم، بنده سرما خوردم دنبال شلغم آمدم. تو رفتی بی تو من گردیدم کور، وزرتم بی تو گردیده است غمسور. بله کارو خلاص کردید دیگه. رؤسا بهتر از تو آگاهند، از تو اصلا نظر نمیخواهند. یاد بیت افتادم، سیاست پیشگان در هر لباسن به خوبی یکدیگر را میشناسند. بله دوستان تحریم ها من تازه شد، شوخی مستکبران بیمزه شد. بله مش محکمی هم بر دهان استکبار کوبیده. خیلی هم تازه بود. بفرمایید که بیت میدونید از کیه؟ نه متاسفانه. خب ایراد قافیه داره بیت ما، جز ایرادای قافیه است. وقتی که الف تأسیس داره تازه، اونور مثلا قافیه ما میتونه قازه بشه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بگذرد از حد دو جهان بی حد و اندازه شود. روی کسی زرد نشد بی مدد لعل لبت، بی تو اگر زرد شود بر اثر قازه شود. نگاه کنید میبینید که قافیه ها همه اینجوریه. تازه با مزه قطعا قافیه نیست. از همین تریبون ما نسبت به شاعرش اعتراض خودمون اعلام میکنیم. خب آقا چه کنیم؟ عرض کنم که برای همه دوستان باید همون امتیازی که باید رو بدیم، امتیاز 20 رو. برای آقای طلایی امتیاز کم میکنیم به خاطر اون مسئله قافیه. 19 امتیاز. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. این هم از بخش بیتابیت.